Salam, Brother Charlton Bechaybaché, bonjour et bonsoir et bienvenue dans une autre vidéo. Cette fois, on va parler du travail. قرار راجع به کار صحبت کنیم. چجوری بگیم که سرم خیلی شلوغه؟ چجوری بگیم که باید بیشتر کار کنم؟ و چیزهایی که توی محیط کار به دردتون میخوره وقتی وارد کشور فرانسه زبان میشید. اگر این مطلبیه که به دردتون میخوره براتون کاربردیه، ادامه این ویدیو رو با من همراه باشید با فرنچ ویت مریم رفی. Alors c'est parti, on y va. Bon. بچه ها، کار رو در زبان استاندارد، در لول استاندارد، نیو استاندارد بهش میگم پروفسیون، ترافای، امپلوا. همه اینا یعنی کار، شغل، حرفه. پروفسیون، ترافای، امپلوا. ولی در زبان فامیلیه و در زبان روزمره و صحبت کردن فامیلیه، یعنی خیلی دوستانشون، میگن جاب، بولو، تف. پس تعجب نکنید که بین خودشون از کلمه پروفسیون یا امپلوا استفاده نمی کنن، بلکه این خیلی تو فرم ها استفاده میشه. ولی بین خودشون از جاب، کلتون جاب، مون بولو بار اگزامپل تری پروفسیونل، مون بولو ای دان لو دومن دو لانفورماتیک، حرفه من، کار من، بولوی من توی دومن و حوزه انفورماتیکه. یا تف. ای از طرفی کار کردن میشه تراویه که ایفل دست اوله. می دان اونیوو فامیلیه، در زبان بین خودشون و خودمونی نمیگن تراویه، میگن بوسه. ایفو که جو بوسو من، یعنی که فردا باید کار کنم، بوسه. خب میخوام بگم خیلی سرم شلوغه، پر یعنی عالم کار دارم، مثلا تو کار غرق شدم. پس از صفت دبارده استفاده میکنم. Je me sens débordé. Je me sens، c'est le fait de se sentir has. Je me sens débordé. Débordé ça veut dire submergé du travail. یعنی غرق کارم. خیلی کار دارم. Débordé یعنی که مال و مال از کارم. Je me sens. Yo, je suis débordé. I feel. Je me sens. Echo, nahon. Je me sens débordé. میخوام بگم دارم له میشم زیر این همه کاری که دارم. Je coule sous les dossiers. زیر دوسیه هام، زیر پرونده ها دارم له میشم. Je coule sous les dossiers. Je coule. Je suis écrasé par la quantité de travail. Ça veut dire je suis écrasé. Écrasé شدن یه له شدن. له و لورده شدن. Je suis écrasé par la quantité de travail. توسط این حجم کاری écrasé دارم میشم. Je croule sous les dossiers. Je croule sous mon travail. Je croule sous mes projets. Je croule sous les dossiers. Dossier ça veut dire file ها، پوشه ها، کار ها. Bon, چی کار میکنم؟ اضافه کاری میکنم. Je fais des heures sup. Je fais même des heures sup. میگه حتی مجموع اضافه کاری کنم با این همه قضیه. Je fais même des heures sup. Je fais même des heures sup. Sup, ça veut dire supplémentaire. Faire des heures sup, supplémentaire, یعنی اضافه کاری کردن. Faire des heures sup. Faire des heures supplémentaires. Faire des heures sup. سن تای کارم رو نمیبینم. نمیدونم کی تموم میشه. پایانم هم کی تموم میشه. Je n'en vois pas le bout. اون بوش و اون انتهاش رو نمیبینم. Ne pas voir le bout. Ça veut dire la fin. Ça veut dire mon travail ne va pas finir. Je ne vois pas le bout. Je ne vois pas la fin. کارم سن تمومی نداره. پروژه تمومی نداره، پایان نامه تمومی نداره. Je n'en non on برمیگرده به اون پروژه، به اون پایان نامه، به اون دوسیه، به اون travail، به اون پروژه.
je n'en vois pas le bout. Mais moi, je n'en vois pas le bout, tu vois? Je suis débordée. Je n'en vois pas le bout. Non, je n'en vois pas le bout, le bout. نمیتونم تمومش کنم. نمیرسم تمومش کنم. J'arrive pas. Je ne peux pas. J'arrive pas. J'arrive pas à boucler. Boucler, ça veut dire انتهاشو ابتداشو به هم برسونم. ترمینش کنم. فینیر کنم. Je n'arrive pas à boucler ce dossier. Je n'arrive pas à boucler ce projet. Je n'arrive pas à boucler cet article. نمیتونم این مقاله رو، این پروژه رو، این article یعنی مقاله. این article رو، این پروژه رو تمام کنم. J'arrive pas à boucler. Boucler quelque chose, ça veut dire terminer quelque chose. J'arrive pas à boucler. Boucler quoi? Boucler mon travail. J'arrive pas à boucler mon projet. J'arrive pas à boucler cet article. Cet article fichu. نمیتونم این article, این مقاله لعنتی رو تمومش کنم. بوکلش کنم. Par exemple. مثلا. خب بهم بگو کجای کارت هستی؟ کجای پروژه هستی؟ کجای پایان‌نامه‌ات هستی؟ کجای این مقاله هستی؟ کجای کاری؟ تو آن او مثلا کجای قصه؟ کجای ماجرا هستی؟ کجای کتابت هستی؟ کجای فیلم هستی؟ از این اصطلاح میتونیم استفاده کنیم. حالا خارج از این که کجای توی دومین کاری میتونیم استفاده کنیم، کدوم مرحله از کارت هستی؟ تو آن او مثلا دان سو دوسیه، تو این پوشه کاری، تو این پروژه کاری. Tu en es où dans cet article? Tu en es où dans ce film? Tu en es où dans ce livre? Tu en es où dans ce roman? Tu en es où? En barmiere de ungazie. Ça veut dire quel est l'état d'avancement du dossier? Quel est l'état d'avancement? Puis je reviens un dossier, une file, une carte. Kojas, t'as kojas, je sais dire. Tu en es où? Tu en es où? Pronom en استفاده کرده. یعنی منظورش میخواسته بگی دان سو دوسیه تو آن او تو آن او. مثلا من میخوام بگم کجای فیلمی؟ تو آن او. کجای ماجرایی؟ تو آن او. کجای کتابی؟ تو آن او. کجای کارت هستی؟ پروژت به کجا رسید؟ کارت به کجا رسید؟ تو آن او. پروژه مهاجرتت، پروژه پذیرشت به کجا رسید؟ تو آن او. بعد میتونیم دفینیخ کنیم در مورد چی صحبت میکنیم. By example, dans ce dossier. Dans ton travail, dans ton projet, dans la domaine de, par exemple, faire des études à l'étranger, dans la domaine de faire des études à l'étranger, dans la domaine de faire des études au Canada, dans la domaine de faire des études en Suisse. Tu as dit, bon, j'ai la tête, il y a ta silhouette de Suisse, parce que j'ai la silhouette. Tu en es où? Ah, je suis à la bourre. Moi, je suis à la bourre. Je suis en retard. Dari gir mishe. Boyad apply konam, boyad karam tamam konam, boyad projam tamam konam. Je suis à la bourre. Yani kheli ajale daram, taqriban diram shode. Je suis à la bourre, bourre, bourre. Tout trafic am je suis à la bourre. Inja mitune begi. Imtihanam munde va far imtihan daram, je suis à la bourre. Je suis en retard. Daram gir mikonam. Ou je suis charrette. Je suis charrette, همونه. یعنی تقریبا پایان تایم هستم. Avoir un peu de retard, دیر کردم. یه کوچولو هم دیر کردم. Je suis charrette. این کلمه فامیلیه هست و بین خودشون استفاده میکنن. فکر نکن که مثلا توی اخبار و رادیو باید بشنوی یا توی اکری نباید بنویسی چون فامیلیه هست. یا je suis à la bourre هم همون حالتو داره. این چیزی ما تو متدها نمیخونیم و ورای متد باید بریم. Je suis charrette, je suis à la bourre, je suis charrette, j'ai pas de temps, je suis un peu en retard. Oh, à sa bataille, le pire, à sa bataille, وقتی که همکارت اصلا همکاری نمیکنه یا همکلاسی یا اون کسی که پارتنرز توی پروژه یا برای نوشتن آرتیکلت مقالات با همکاری نمیکنه و واقعا تنبله. چه جوری اینو بگم؟ همکارم تنبله اصلا همش از کار در میره. Mon collègue, il est un vrai tire au flanc. Un vrai tire au flanc. Un vrai tire au flanc. Mon collègue, il est un vrai tire au flanc. Tire au flanc. Être tire au flanc. Ça veut dire qui? Ça veut dire quelqu'un qui veut
échapper à ses obligations. یا تو کارش اینو یه شخصیتی پرسونلی این تیب آدمیه. آه مون کولگ ایل ان ورای تیر او فلان. همکارم کسی که دارم باش کار مشترک پروژه انجام میدم، پای نامم انجام میدم، اختیک رو باش مینویسم، ایل ان ورای، اگه فمینم باشه میگه این ورای، ایل ان ورای تیر او فلان، ایل ان ورای تیر او فلان، ولی بیشتر از حالت مسئولان استفاده میکنم. Il est un vrai tir au flanc. Un vrai chant tir au flanc masculin. Bichtar as hamin un tir au flanc. Cheval masculin, cheval féminin. Ah, vous savez, moi, je suis à la bourre. Ah, je suis charrette. Et en plus, tu sais, mon collègue, il est un vrai tir au flanc. Tir au flanc, il est un... Il est un vrai tir au flanc. Il veut échapper à ses responsabilités, à ses obligations. Une chose qui est اجبار بوده باید انجام بده. ازش در میره به هر بهانه، مریضم، خانومم، همسرم، پارتنرم، بلا 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 بلا. Et à cause de tout ça, suite à tout ça, به خاطر همینا, pour tout ça, moi, il faut que je mette les bouchées doubles. Il faut mettre les bouchées doubles. Bouchées doubles. Il faut mettre les bouchées doubles. Ça veut dire qu'il faut travailler plus. Il faut bosser plus. Il faut bosser davantage. Il faut mettre les bouchées doubles. Les bouchées doubles. Vous voyez, pochetez des aramos. Double کار کنم، مضاعف کار کنم. C'est une expression utilisée pour dire qu'on doit faire quelque chose très rapidement au travail. یعنی باید خیلی فوری و اکسپرس کارم انجام بدم. Alors du coup, بچه ها فرانسوی ها به جای اینکه بگن alors یا همون انگلیسی so که بعدش میخوای کنسکانس رو بگی از عبارت du coup استفاده میکنن. Du coup ولی توی کبک از فک استفاده میکنن. فک. حالا نوشتنشو الان کاری نداریم. فقط تو ذهنت داشته باش. اگه قصد داری توی کبک زندگی کنی به جای الار یا یعنی بچه میخوان کنسکانس رو بگن میگن فک. Il faut mettre les bouches doubles. Il faut mettre les bouches doubles. Et toi, tu en es où au travail? Tu en es کجای کاری? Tu es à la bourre? Tu es à la bourre? Tu es débordé? Tu es débordé ou peut-être tu as un collègue ou une collègue qui est un vrai tir au flanc. Et malheureusement, il faut mettre les bouchées doubles. Ça veut dire qu'il faut travailler rapidement au travail pour boucler. Ben, qu'est-ce que tu boucles, Connie? Projet pour boucler mon travail, pour boucler mon projet, pour boucler mon article, pour boucler mon dossier, pour finir dossier. Alors, un dossier, dossier d'immigration, dossier, je ne sais pas de quoi. Il y a dossier école, pushé école. خب بچه ها امیدوارم به هر چیزی که به نظر من تو محیط کار ممکنه بخوای شاکی باشید یا بگید یا مورد کارت بخوای صحبت کنی یا توی امتحان یا توی محیط فرانسه زبان احساس کردم اونا رو گفتم. حالا شاید در آینده اگه احساس کردم که یه سری چیزا رو احساس کردم نمیدونید، حالا شما ممکنه سری پیشنهادات داشته باشید که توی محیط کاری بهش نپرداختم، کلمه‌ای که ممکنه توی محیط کاری به دردت بخوره در حد نرمال و نه در حد بعضی از چیزا خیلی تخصصیه. لا vous ne pouvez pas compter sur moi. توی چیزای تخصصی رو من حساب نکنید متاسفم، چون من فرانسه رو به صورت عمومی بلدم، نه توی حوزه مکانیک بلدم نه توی حوزه حقوق بلدم. اگه بلد بودم pourquoi pas، حتما سعی کردم بهتون کمک کنم. اگه این ویدیو رو تا الان دیدی و دوست داشتی و برات مفید بود و نوت برداشتی و ازش استفاده میکنی حتما لایک کن، حتما تو کامنت ها به من بگو. اگه چیزی هست که من بهش اشاره نکردم و میشه توی یک ویدیو مجذابش اشاره کرد توی کامنت ها برای من بنویس، من حتما نگاه میکنم، بررسی میکنم، عذرخواهی میکنم که بعضی وقتا کامنت هامو دیر جواب میدم ولی حتما میام جواب میدم.
Merci d'être là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et à la séance prochaine, à la vidéo prochaine. Salut!